شورش در یکی از پمپ بنزین های خرم‌آباد. تجمع اعتراضی 1200 تن از بازنشستگان مقابل مجلس ارتجاع. اعتراض کارگران در شهرهای اصفهان، شهر کرد. درگیری مردم با مزدوران بسیجی در همایون شهر اصفهان. گوشمالی دادن ماموران سرکوبگر توسط مغازه‌داران منطقه سلوقان در تهران. مردم منطقه بهرامی خرم‌آباد روز شنبه 6 اردیبهشت در اعتراض به گران شدن بنزین دست به شورش زده و پمپ بنزین آن منطقه را تصرف کرده و به تعطیلی کشاندند. آنان هر خودرویی که برای زدن بنزین به این پمپ بنزین می آمد را برمیگرداندند. بیش از 1200 تن از کارگران و بازنشستگان در تهران صبح یکشنبه 7 اردیبهشت در اعتراض به پایین بودن دستمزدها و همچنین به منظور اعتراض به واگذاری بیمه تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت و درمان رژیم و چپاول دارایی‌های کارگران در این طرح در مقابل مجلس ارتجاع دست به تجمع زدند. کارگران بازنشسته لوله‌سازی خوزستان روز شنبه 6 اردیبهشت برای چندمین بار تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در مقابل دادستانی رژیم در شعبه قدس اهواز تجمع کردند. کارگران کارخانه قند کارون شهر کرد روز شنبه 6 اردیبهشت در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده تجمع کردند. کارگران شرکت نسوز آذر در زرین شهر اصفهان روز شنبه 6 اردیبهشت در مقابل اداره کار رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها در به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده اعتراض کردند. شرکت کنندگان در یک مراسم عروسی در همایون شهر اصفهان در روز 5 اردیبهشت با مزدوران بسیجی درگیر شدند. مزدوران بسیجی با یورش به این مراسم یکی از شرکت کنندگان را کشته و چند تن دیگر را مجروح کردند. مغازه‌داران منطقه سلوقان در تهران روز 3 اردیبهشت با مأمورین شهرداری رژیم در این منطقه درگیر شدند و آنها را گوشمالی دادند. این درگیری زمانی آغاز شد که مأموران مغازه‌داران را تهدید کردند اگر اجناس خود را از مقابل مغازه به داخل نبرند اجناس مصادره خواهد شد. رژیم آخوندی برای مقابله با جو اعتراضی جامعه صبح شنبه 6 اردیبهشت یک زندانی را در ملأ عام در سمنان به دار آویخت و در بیرجند نیز صبح یک شنبه حکم ضد انسانی 40 ضرب شلاق در ملأ عام را در مورد یک جوان در بیرجند اجرا کرد.